مجددا سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، خیلی خوش آمد میگم به همه عزیزان و بزرگواران. امروز ما در واقع تکرار دوره‌ای که هفته پیش برگزار شده بود رو داریم و در این دوره مقدماتی راجع به پرینتر سه‌بعدی خدمتتون عرض میکنم. از اونجایی که خب تنوع زیادی در ثبت نامی ها وجود داشت، ما در دوره‌ای که خدمتتون ارائه میدیم یک مقدمات و مسائل بسیار بیسیک راجع به 3D پرینتینگ ارائه میکنیم. بنابراین اگر بزرگوارانی در جمع حضور دارن که قبلا با این فناوری کار کردن و آشنا بودن، ممکنه بعضی از مطالب برشون تکراری به نظر بیاد، من ازشون عذرخواهی میکنم. نکته دیگه که دوست دارم خدمتتون عرض بکنم اینه که در دوره هفته گذشته ما یک سری اسلایت ها رو نرسیدیم ارائه بدیم که در قالب قسمت دوم وبینار و بیسیک لول دو هفته آینده انشاءالله برگزار خواهد شد و من خدمتون اطلاع رسانی میکنم و میتونید اگر مایل بودید که این وبینار رو ادامه بدید، هفته آینده من میتونم خدمتون باشم. برای اینکه حالا بحث رو شروع بکنیم، بهتره که با چند تا فیلم کار رو شروع بکنیم. تو این فیلم ها حالا ما یه سری از جنبه های فناوری سه‌بعدی و دستگاه ها رو میبینیم، مقدمات خدمتون عرض میکنم و بعد انشالله به تفصیل راجبشون صحبت میکنیم. فناوری چاپ سه‌بعدی چند سال پیش در صحنه هایی از فیلم ترمیناتور بهش اشاره شد و نشون داده شد. البته شاید در اون موقع خیلی منظور موضوع چاپ سه‌بعدی نبود، بیشتر داشت یک شبیه سازی رو نشون میداد، ولی اون چیزی که امروز تو این دستگاهی که الان جلوی روتون هست میبینید شبیه اون چیزی هست که در فیلم ترمیناتور اتفاق میافتاد و در واقع از داخل یک مایه یک جسم جامدی بیرون کشیده میشه و ساخته میشه. این خیال پردازی ها در دنیای هالیوود به نظر من همیشه ربط داشته با دنیای تکنولوژی ما و بعدها به واقعیت تبدیل شده و نمونه هایی از این رو ما زیاد در عرصه تکنولوژی دیدیم. فناوری چاپ سه‌بعدی امروز گفته میشه که یکی از فناوری های بنیان برافکن دنیای ماست، فناوری که ما میتونیم باهاش همه وسایل رو و ابزار خودمون رو با شیوه جدید درست بکنیم، فناوری که میتونه جنبه‌های مختلفی از زندگی بشر رو تحت تأثیر قرار بده و فکر میکنم که ما در آینده نه چندان دور با وسایل و ابزاری سر و کار داریم که بیشتر اونها توسط فناوری چاپ سه‌بعدی درست میشن. اگه بخوایم حالا در یک اسلاید دیگه ما راجع به یه سری از وسایلی که توسط چاپ سه‌بعدی ساخته میشه و در دنیای بشر تاثیرگذار هست صحبت بکنیم، میتونیم به یه سری از کیس های شهودی بهش اشاره بکنیم که توی این اسلاید ها میبینیم. ما خب همیشه و در دنیای امروزی میبینیم که فناوری چاپ سه‌بعدی نقش اساسی در درمان داره. حالا نمونه هایی از ویدیوهایی که وایرال شده تو این موضوع در درمان، حالا در درست کردن آتل ها، اورتس ها، بورتس ها برای حیوانات و انسان ها دیده شده و حالا این ویدیویی که امروز جلوی روی شماست جز ویدیوهای قدیمی هستش که تو این حوزه کاربرد داشته. حالا امروزه بیشتر ما داریم میبینیم که بشر ذهنش معطوف به این شده که به کمک انسان بیاد و از فناوری چاپ سه‌بعدی استفاده بکنه برای اینکه بتونه زندگی بشر رو راحت‌تر بکنه، برای اینکه بتونه زندگی رو راحت‌تر بکنه و برای اینکه بتونه به افزایش کیفیت زندگی بشر کمک بکنه. نمونه‌های مختلفش وجود داره، از آتل‌ها، اورتس‌ها، پورتس‌ها تا ایده‌هایی مثل این که حالا برای بشر آینده ما بیاییم از خود سلول‌های بنیادی بشر اندام مصنوعی پرینت بکنیم و بتونیم اونها رو به بشر بدیم و ازش استفاده بکنیم. در فناوری چاپ سه‌بعدی همیشه تکنولوژی‌های عجیب غریب بوده و هست و خواهد بود. یکی دیگه از نمونه‌های جالب استفاده از تکنولوژی پرینت سه‌بعدی استفاده از اون در ساخت یک خودرویی هست که اولین نمونه خودروی پرینت شده
دنیا لقب گرفته. این ماشین که ماشینی جزء تکنولوژی های سبز قلم داد میشه، ماشینی که با تکنولوژی چاپ سه‌بعدی بخش هایی از اون درست شده، البته نه همه قسمت هاش، و این نوید میده که ما در آینده بتونیم با فرایند های تحقیق و توسعه بتونیم قطعات بیشتری از این ماشین رو با پرینت سه‌بعدی درست بکنیم و در نهایت به سمت این بریم که کل ماشین ما توسط پرینت سه‌بعدی تولید بشه. همچنین تکنولوژی دنیای سه‌بعدی همیشه در خدمت صنایعی چون صنایع فیلمسازی و انیمیشن سازی بوده تا بتونه لباس‌ها و کاستیوم‌های خاص رو برای بازیگران درست بکنه، و چه بسا ماهیت چاپ سه‌بعدی که میاد اونها رو ویژه و اختصاصی درست میکنه، این مزیت رو ایجاد کرده هزینه‌های تولید اونها کاهش پیدا بکنه. یکی از صنایعی که توی ایران هم خیلی از این حوزه بهره میبره، صنعت در واقع طلا و جواهر هستش که میاد و از قالب‌های پیش پرینت شده پلاستیکی برای تولید قطعات طلا و جواهر استفاده میکنه و خیلی از در واقع زیورالاتی که با این روش ساخته میشه افزایش کیفیت قابل ملاحظه پیدا کردن. صنعت مد و فشن توی دنیا تحت تاثیر این در واقع فناوری قرار گرفته و خیلی از شرکت‌های معروف دنیا حالا میتونن با استفاده از این تکنولوژی بازار خودشون رو گسترش بدن. من فقط یه نکته بگم، دوستانی که سوال دارن خواهش میکنم ازشون که سوالاشون رو یادداشت بکنم. من بعد از اینکه تایم پرزنتیشن تموم شد در خدمت دوستان هستم و همه سوالات رو خدمتتون ارائه میدم. یکی دیگه از در واقع، حالا برای اینکه یه مقدار بریم جلو تا به مباحث اصلی برسیم، همونطور که گفتم فقط آتل ها و ارتز ها و پروتز ها نیست که مورد توجه بشر قرار گرفته برای تولید اندام های مصنوعی و در حوزه پزشکی. بشر به این فکر هستش که بتونه از پرینت سه‌بعدی استفاده بکنه تا اندام های زنده رو پرینت بکنه و بتونه به بشر کمک بکنه. در بخش بعدی ما میخواییم حالا یه مقدار جلوتر که بریم، حالا ایده های وجود داره برای اینکه خب ما تو صنعت غذا هم بتونیم از این تکنولوژی استفاده بکنیم، یعنی ما غذاهایی که داره تو رستوران ها درست میشه توسط پرینترهایی چاپ بشه و در واقع عملیات بخش روشون انجام بشه. نمونه هایی از اینها برای مواد غذایی مثل پیتزا، شکلات، پنکیک درست شده و حالا اینکه چقدر میتونه شکل این غذا به ایدئال اون چیزی که ما در رستوران های امروزی میبینیم نزدیک بشه، چیزی که داره تحت فرایند تحقیق و توسعه انجام میگیره تا بتونه به اون مطلوب بشر نزدیک تر بشه. خدمتتون عرض بکنم که در موضوع باستانشناسی خیلی همیشه جذاب بوده این داستان، ولی حالا این کیسی که من دارم خدمتتون نشون میدم نمونه هایی هستش که در یک مارکت پیش از اون که جنینی به دنیا بیاد میان در واقع جنین رو داخل رحم مادر اسکن میکنن و نمونه ای از اون رو 3D پرینت میکنن و در اختیار مادر قرار میدن. یا در حوزه موسیقی ما میبینیم که خیلی علاقه وجود داره برای اینکه سازهای شخصی برای در واقع افراد درست بشه، طبق میل اونها طراحی بشه، یونیک باشه و نمونه مشابهی از اون وجود نداشته باشه، که این در بین هنرمندان خیلی طرفدار پیدا کرده برای اینکه ازش استفاده بشه. این اشاره بکنم که هر تکنولوژی دو لبه داره، در واقع لبه خوب و لبه بد، هم میتونه خطرناک باشه و هم میتونه مفید باشه. اون چیزی که در مورد این تکنولوژی هم وجود داره اینه که در این تکنولوژی هم در واقع ابزارها و وسایل وجود داره برای اینکه بتونیم ما باش تفنگ پرینت بگیریم و سلاح‌های پرینت بگیریم که بتونیم در واقع برای بشر خطرناک باشه، که حالا این جنبه در مورد خیلی از تکنولوژی‌ها وجود داره که تکنولوژی‌هایی که پا به عرصه می‌ذارن میتونن در واقع هم مخاطره‌آمیز باشن و هم کمک کننده برای بهبود و افزایش کیفیت زندگی بشر. یکی دیگه از تکنولوژی هایی که جالب بوده و خیلی مورد توجه قرار گرفته تکنولوژی پرینت ساختمان بوده، که ایده اصلی اون شاید از ایده سفر انسان به کره مریخ نشأت گرفته. بعد از اون در کشورهایی که هزینه های عملیات عمرانی برای ساخت و ساز زیاد هستش به این فکر افتادن که میتونن از پرینترهای سه‌بعدی به جای نیروی کارگر گران قیمت استفاده بکنن و خانه ها رو درست بکنن، که چندین شرکت بزرگ در دنیا دارن روی این پروژه کار میکنن و موضوع در واقع خانه های پرینت شده اهمیت زیادی داره
چه برای در واقع زندگی روزمره بشر و چه برای مواقع بحرانی مثل زلزله و موارد دیگه که میتونه خیلی به کمک بشر بیاد. اما اگه بخوایم حالا از این فیلم ها گذر بکنیم و شروع بکنیم به اسلاید هامون، در سال 2013 این تکنولوژی جز 10 تکنولوژی برتر و در واقع بنیان افکن دنیا شناخته شد. این تکنولوژی در اون سال مورد توجه رئیس جمهور آمریکا قرار گرفت و باید بگیم که نقش سخنرانی ایشون و موتیویشن ایشون در راه اندازی تکنولوژی ها و در واقع صنایع مختلف در آمریکا خیلی کمک کننده بود و رشد قابل ملاحظه ما از سال 2012 و 13 به این طرف در صنعت چاپ سه‌بعدی دنیا داریم میبینیم. همونطور که میبینید اگه نگاهی به ترند گوگل بندازیم برای کیورد هایی که هول 3D پرینتینگ اتفاق میفته و در واقع انجام میشه، ملاحظه میفرمایید که ما از سال 2013 به بعد و در همون دوره که خدمتون عرض کردم میزان در واقع ترند گوگل برای سرچ هایی که تو این حوزه انجام میشه بسیار بسیار افزایش پیدا کرده و زیاد شده و همین نشون میده که چقدر توی این سال رشد داشته توجه عموم جامعه نسبت به 3D پرینتینگ. اما 3D پرینتینگ خودش بخشی از یک مفهوم بزرگتر به نام انقلاب صنعتی چهارم هستش. من با توجه به پیغام هایی که دوستان میذارن اینجا یک سوال میکنم که آیا مشکلی در تصاویر و در واقع صدا وجود داره الان یا نه، من تصحیحش کنم یا ادامه بدم؟ اگر خب اوکی، خیلی ممنونم، مرسی. خود 3D پرینتینگ بخشی از یک مفهوم بزرگتر به نام انقلاب صنعتی چهارمه. ما تا الان توی زندگی که بشر پشت سر گذاشته 4 تا انقلاب صنعتی رو پشت سر گذاشته و در دهه های مختلف و سال های مختلف تحولات اساسی رو در صنعت و کار خودش به وجود آورده. اولین انقلاب صنعتی مربوط به در واقع اختراع ماشین بخار میشد که اومد یک نیروی پیوسته مکانیکی رو برای بشر ایجاد کرد و این نیروی پیوسته مکانیکی کمک کرد که سرعت کارها افزایش پیدا بکنه. در انقلاب صنعتی دوم موضوع مونتاژ و تولید صنعتی مطرح شد، به معنی اینکه اون چیزی که قرار تولید بشه در مقیاس بزرگتر در کارخانه های تولیدی و در تیراژ بسیار بالا اتفاق افتاد. بعد از اون ما انقلاب صنعتی سوم رو داشتیم که بر بستر دیجیتالیزیشن و اتوماسیون مبنا قرار گرفته بود. ربات ها وارد کار شدن و کمک کردند تا تولید بشر توسعه پیدا بکنه، سرعت پیدا بکنه و افزایش پیدا بکنه و اون چیزی که ما تو عصر امروز میبینیم انقلاب صنعتی چهارم همه بر مبنای در واقع اینترنت بنا نهاده شده و اون چیزی که داره اتفاق میفته همه بر پایه اینترنت هستش. همونطور که ملاحظه میکنید ما داریم وارد عصری میشیم که همه چیز بر مبنای اینترنت تولید میشه، کنترل میشه و به ما کمک میکنه. گوشی‌های هوشمندی که در اختیار داریم و خیلی از چیزهای دیگه میتونه نوید این رو بده که سرعت تحولات در بستر اینترنت خیلی میتونه سریعتر از اون چیزی باشه که در انقلاب‌های صنعتی قبلی شکل گرفت. میخوام یه اشاره کلی به یک نمودار در واقع چرخه عمر فناوری بکنم. نمیخوام به دیتیل بهش بپردازم، اگه کسی مایل بود میتونه بره در این مورد بیشتر مطالعه بکنه. در مورد هر تکنولوژی که وارد زندگی بشر میشه یا وارد صنعت میشه یک نموداری وجود داره به نام نمودار چرخه عمر که در این نمودار چرخه عمر از جایی که تکنولوژی نیست این نمودار شروع میشه و مراحل رشد و توسعه اون رو نشون میده، به بلوغ رسیدنش رو و مراحلی که طی میکنه وارد بازار بشه و بعد در انتهای این چرخه‌ای که ما میبینیم با ورود یک تکنولوژی جدید، تکنولوژی قدیم از چرخه خارج میشه و دیگه ما رد و اثری از اون رو نمیبینیم. برای خیلی از تکنولوژی ها ما میتونیم این چرخه عمر رو بکشیم. مثلا اینکه خب تلویزیون های CRT و لامپی که ما قدیم استفاده میکردیم الان چیزیه که در دنیای تکنولوژی از رده خارج شده و ما دیگه اثری از اون رو نمیبینیم. تلویزیون های LCD که ما داریم استفاده میکنیم داره خودش رو جای به جای
OLED و LED میده و حالا در نسل های بعدی همینطور جایگزینی انجام میشه. در مورد 3D پرینتینگ و زیر مجموعه های 3D پرینتینگ هم این نمودار هایپ سایکل وجود داره و همونجور که میبینید بعضی از اینها خیلی جوان و نو هستن. این نمودار مال سال 2018 است که داره روشون تحقیقات زیادی میشه. توی این قسمت اول نمودار که شیب تندی هم داره، کشورها با گذاشتن پول های زیاد تحقیق و توسعه کمک میکنن که این تکنولوژی ها توسعه پیدا بکنن و معمولا این تکنولوژی ها در این قسمت در کشورهای پیشرفته توسعه پیدا میکنه. چیزهایی که ما میبینیم امروز شاید هنوز خیلی جزء خبرهای داغ دنیا نشدن ولی داره روشون کار میشه، مثل در واقع بلاکچین این 3D پرینتینگ، نانو اسکیل 3D پرینتینگ و خیلی چیزهای دیگه، و بعضی از اینها به حدی رسیدن و به حدی از اشباع در بازار رسیدن که داره جای خودشون رو به تکنولوژی های جدید میدن. اما اگه بخوایم یک نگاهی داشته باشیم به این که تاریخچه 3D پرینتینگ از کجا میاد، میتونیم اشاره بکنیم به این که ایده ساخت لایه به لایه و ایده این که بشر قطعات خودش رو با لایه به لایه قرار دادن بلوک های کوچیک روی همدیگه بتونه درست بکنه از گذشته و باستان وجود داشته. اما در مورد قطعات کوچیک، تاریخچه‌ای که در مورد 3D پرینتینگ میگن اینه که اولین در واقع نمونه های تولید شده توسط یک فرد ژاپنی به نام آقای کدوما بود که توسط فرایند فوتوپولیمریزیشن درست کرد. ایشون تو سال 1981 اولین نمونه های 3D پرینتینگ رو با این روش توسعه داد. اما متاسفانه در کشور ژاپن طرح ایشون خیلی مورد اقبال قرار نگرفت و خیلی مورد توجه قرار نگرفت و در ادامه اون فردی به نام آقای چارلز هال در آمریکا اومد این فرایند استریلیتوگرافی رو بهینه کرد و به نام خودش ثبت کرد. این چیزی که من خدمتتون عرض می‌کنم نقل قولی از اون چیزی که در تاریخچه 3D پرینتینگ نوشته شده. و به موازات اون در همون سال‌ها فرد دیگه به نام آقای جو بیمن و کارد اومدن فرایند سلکتیو لیزر سینترینگ رو ابداع کردن که هر دوی اینها در یک دوره و در فاصله کوتاهی موضوع 3D پرینتینگ رو به دنیا معرفی کردن. اما اون چیزی که ما امروز میشناسیم اینه که همه آقای چارلز هال رو به عنوان پدر 3D پرینتینگ دنیا معرفی میکنن، کسی که اولین در واقع دستگاه استریلیتوگرافی رو تونست تجاری سازی بکنه، بعد از اینکه اختراع بکنه اون رو تجاری سازی بکنه، پتنتش بکنه و اولین کمپانی 3D پرینتینگ رو به نام 3D سیستم در سال 1986 تأسیس بکنه و این کمپانی هنوز هم مشغول به کار و یکی از بزرگترین کمپانی های تولید کننده دستگاه های 3D پرینتینگ هست. در سال 1989 فرد دیگه به نام اسکات کرامپ تکنولوژی رو به دنیا معرفی کرد تو زیر مجموعه 3D پرینتینگ که امروز دستگاه‌های اون به وفور در خیلی از کشورهای دنیا دیده میشه و دستگاه FDM و تکنولوژی FDM که اسکات کرامپ درست کرد جزو ساده‌ترین و کاربردی‌ترین روش‌های 3D پرینتینگ تو دنیا شده که در خیلی از مدارس و در واقع شرکت‌ها الان میتونیم اون رو ببینیم. این اختراع حاصل یک در واقع بازی ایشون برای ساختن یک اسباب بازی با تفنگ چسب حرارتی بود که ایده ساخت این دستگاه تو ذهن ایشون شکل گرفت و شرکت استراتاسیس که الان یکی از شرکت‌های بزرگ تولید کننده دنیاست، شرکتی بوده که تحت نظر ایشون تأسیس شده و به موازات شرکت 3D سیستم یکی از شرکت‌های خوب دنیا شناخته میشه. اما اگه بخوایم به سوال‌هایی که پیش رو داشتیم تا الان یه نگاهی بندازیم، از سالی که اولین نمونه های دستگاه 3D پرینتینگ در سال 1984 درست شد تا سال 2013 که من به عنوان حالا نقطه عطف تو این پریزنتیشن ها بهش اشاره میکنم، اون چیزی که ما تو دنیا دیدیم خیلی مورد توجه نبود و خیلی پیشرفت زیادی نداشت. شاید دلیل اصلیش پتنت هایی بود که از در واقع تکثیر این تکنولوژی جلوگیری میکرد و ایده هایی بود که آقای کرام و آقای
حال اون راه رو اومده بودن پتنت کرده بودن و همین باعث شده بود که کسی نتونه اونها رو کپی بکنه. در این سال پتنت هایی که ثبت شده بود اکسپایر شدن و این اکسپایر شدن کمک کرد به اینکه شرکت ها بتونن با سرعت زیادی رو فرایند تحقیق و توسعه وارد بشن و دستگاه های جدیدی رو وارد بازار بکنن و ما رشد وحشتناکی تو در واقع تعداد شرکت هایی داشتیم از سال 2012 و 2013 که تو این حوزه وارد شدن و انواع اقسام تکنولوژی ها تولید و تکثیر شد. ما حالا چرا اینقدر 3D print فکر میکنیم که برامون اهمیت داره و میتونه زندگیمون رو متحول بکنه؟ در دنیایی که الان توی زندگی میکنیم کتکم به عنوان یک بستر بسیار شناخته شده است، بسترهای طراحی سه‌بعدی. بسیاری از رشته هایی که ما میشناسیم دارن فایل ها و در واقع طراحی خودشون رو تو سه‌بعد طراحی میکنن با نرم افزارهای قدرتمندی که تو این حوزه وجود داره. خب وقتی که طراحی سه‌بعدی وجود داره به منزله این هستش که ما طراحی سه‌بعدی رو میتونیم تبدیل به یک فایل مجسم بکنیم. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که سیستم‌های اتوماسیون و تجهیزات تکنولوژی پیشرفت زیادی کرده و توانایی ماشین‌سازی پیچیده‌ای به ما میده. یعنی ما ماشین‌های 3D پرینتینگ که امروز می‌بینیم حاصل در واقع پیشرفت‌هایی هستش که تو حوزه نرم افزار، سخت افزار و ماشین‌سازی اتفاق افتاده. نکته دیگه‌ای که برای 3D پرینتینگ می‌تونیم بهش اشاره بکنیم اینه که ما در دنیای مهندسی مواد داریم هر روز با تعداد زیادی از مواد قابل پرینت مواجه میشیم. یعنی تنوع در مواد قابل پرینت داره هر روز برای ما گسترش پیدا میکنه و همینطور میبینیم که شرکت های بزرگ دنیا همه دارن تو این حوزه سرمایه گذاری میکنن تا بتونن تولید خودشون رو با رقابت پذیری بیشتری وارد بازار بکنن. ما در مورد 3D پرینتینگ میتونیم سه تا ویژگی مهمی رو بگیم و اونم اینه که ما میتونیم طرح‌های تولید شده خودمون رو سریع تبدیل به یک فایل آماده بکنیم، عیب‌های اون رو ببینیم، رفع بکنیم و دوباره نمونه جدید رو درست بکنیم. چیزی که تو فرایندهای سنتی ایجاد این چرخه یعنی عیب‌یابی بعد از ساخت خیلی هزینه زیادی برای ما داره. همونطور که میبینی خیلی از قطعاتی که ما با 3D پرینتینگ تولید میکنیم قابل تولید با روش‌های سنتی هم میتونه باشه ولی هزینه های تولید در تیراژ کم برای اونها خیلی بالا میره. 3D پرینتینگ با ماهیتی که داره باعث شده که ما در حوزه هایی مثل حوزه پزشکی بتونیم بدون ترس از این که قیمت تمام شده یه تک محصول ما خیلی بالا میره بتونیم قطعات رو درست بکنیم و یا حتی شکل‌های درست کنیم مثل این شکلی که در بالا می‌بینید که اصلاً تولید اونها با روش‌های سنتی امکان پذیر نیست. پس 3D پرینتینگ در یک کلام تولید اشکال پیچیده، جیومتری‌های پیچیده و ساختارهای پیچیده را برای ما ممکن کرده که در فرایندهای سنتی قبلی ممکن نبود و اینکه تولید در مقیاس کم رو برای ما مقرون به صرفه و بهینه کرده. ما اگر بخوایم مثلا در فرایندهای سنتی یک همچین فنجان فلزی رو با فرایندهای ماشین کاری در بیاریم فرایند به قدری پیچیده و سخت خواهد بود نه که نشدنی باشه که هزینه تولید با این ساختار با ماشین کاری برای ما خیلی زیاد خواهد بود. اما در بعضی از موارد 3D پرینتینگ میتونه هزینه های تولید رو برای ما خیلی پایین بیاره. در اینجا یکم اشاره میکنم به موضوع مارکت. البته من نمیخوام موضوع رو خیلی متمرکز کنم، فقط برای اینکه چند تا نمودار به شما نشون بدم و بدونید که این آمارها و ارقامها با چه رشدی مواجه هستن. انواع در واقع پیشبینی هایی که تو این حوزه میشه همه حاکی از اون هستش که رشد بسیار زیادی تو این صنعت وجود داره و کمپانی های معروف دنیا که هر کدومشون تخصصشون این هستش که در حوزه های مختلف تکنولوژی میان پیشبینی آینده را انجام میدن مارکت این فناوری رو رو به رشد در همه دنیا دونستن. تو این حوزه بخش هایی مثل پزشکی، دانشگاه ها، بخش های نظامی، آرکیتکتر، موتور ویکلز، ایروسپیس و ماشین های صنعتی هستن که از این تکنولوژی بهره میبرن و
انواع و اقسام پای چارت ها برای سکتورهایی که دارن از این تکنولوژی استفاده میکنن وجود داره و من نمونه هایی از اونها رو براتون آوردم تا ببینید. خیلی نمیخوایم روی این اعداد و ارقام متمرکز باشیم، فقط میخوام بهتون نشون بدم که مثلا در مورد تعداد پرینترهایی که فروخته شده بین سال 2015 تا 2018 ما 91% رشد رو میبینیم که تعداد پرینترهای فروخته شده از انواع و اقسام تکنولوژی ها عددشون بسیار قابل توجه هستش و رشد زیادی داشته و این تعداد به یه چیزی هول و هوش 2,300,000 ماشین در دنیا رسیده. یا به طور متوسط رشدی که برای این تکنولوژی در دنیا در نظر گرفته شده رشد بسیار قابل توجهیه. ما همیشه حرف از رشد اقتصادی 3-4-5% برای خیلی از کشورهای خوب دنیا میزنیم. در مورد این حوزه آمار و ارقام عددهای رشد تکنولوژی و در واقع رشد صنعت و بازار این حدود در واقع 15-25% هستش. برای اینکه حالا به موضوعات اصلیمون برسیم من این اسلاید های مارکتینگ رو خیلی روش تمرکز نمی کنم. اما حالا میخواییم ببینیم که فناوری چاپ سه‌بعدی یا ادیتیو مانیفکتچرینگ چیه. این تکنولوژی از قدیم اسمهای مختلفی داشته تا الان. اسمهای مثل سالید فری فرم فابریکیشن، رپید پروتوتایپینگ و و خیلی چیزهای دیگه که امروز ما در حوزه علمی بهش میگیم ادیتیو مانیفکتچرینگ یا ساخت افزایشی، به معنی این که مواد از چیده شدن لایه به لایه قطعات از چیده شدن لایه به لایه مواد روی همدیگه ساخته میشه. بیسیک کار 3D پرینتر هایی که الان به صورت رایج در دسترس ما هستش به این صورته که ما یک فایل سه‌بعدی باید داشته باشیم که این فایل سه‌بعدی در قالب یک فایل STL از نرم افزار خروجی میگیره و بعد میاد توی یک نرم افزار واسط به نام اسلایسر تبدیل به یک سری ورقه های دوبعدی میشه که حالا تعداد اینها توسط اون نرم افزار قابل تعریفه و بعد هر لایه از این برش خورده ها توسط پرینتر در بعد X و Y پرینت میشن و بعد پرینتر ما در محور Z حرکت میکنه و لایه بعدی درست میشه و دوباره بعد از حرکت X و Y محور پرینتر ما در جهت Z به سمت پایین یا بالا میره و این پروسه انقدر ادامه پیدا میکنه تا قطعه نهایی ما شکل بگیره. در واقع پرینت سه‌بعدی در لحظه داره پرینت دوبعدی رو انجام میده و به صورت استپ بای استپ در محور Z اینها حرکت میکنن و لایه های جدید توسعه پیدا میکنن. اینکه چطور لایه‌ها روی همدیگه چیده میشن و چه الگوی و پترنی برای خودشون دارن این یه قسمت تحقیقاتی مهمه که تو رشته‌های مختلف روش کار میکنن برای اینکه ببینن بهترین الگوی چیدمان برای اینکه ما بتونیم خواص مطلوبی از ماده بگیریم چه الگویی خواهد بود که حالا موضوع اسلاید های امروز ما نیست ولی شاید تو اسلاید های بعدی یه مقدار در مورد شکل‌های چیده شدن اتم‌ها و لایه‌ها روی هم دیگه که صحبت بکنیم این الگوها بیشتر مشخص بشه. ما فایل سه‌بعدیمون رو از کجا میتونیم بیاریم؟ فایل سه‌بعدی ما میتونه از چند تا سورس به دست ما برسه. یکی اینکه ما توی نرم افزارهای طراحی سه‌بعدی مثل سالید ورک، کتیا و یا نرم افزارهای دیگه یه فایل سه‌بعدی رو طراحی بکنیم. میتونیم در واقع اونها رو از تصاویر MRI یا CT اسکن به دست بیاریم. میتونه این در واقع تصاویر سه‌بعدی ما از یک اسکن سه‌بعدی یک جسم به دست بیاد. یعنی ما با تصویر برداری سه‌بعدی از یک نمونه اون رو مهندسی معکوس بکنیم و فایل سه‌بعدی اون رو به دست بیاریم. از این خروجی ها باز فایل میره و پروسه قبلی رو طی میکنه تا به یک قطعه تبدیل بشه. ما تکنولوژی های مختلفی برای پرینت داریم که در ادامه بهش اشاره میکنیم و همینطور مواد مختلفی قابل پرینت هستند. هم پلیمرها قابل پرینتن، هم سرامیک ها، هم فلزات و هم مخلوطی از اینها که ما به اسم کامپوزیت میشناسیمشون. در اکوسیستم 3D پرینتینگ یا ادیتیو مانیفکتچرینگ یک المان غالب نیست، به معنی این که 3D پرینتینگ حوزه‌ای نیست که ما بگیم فقط مختص به رشته مکانیکه.
یا فقط مختص به رشته نرم افزار و الکترونیکه یا فقط مختص به مواد. اون چیزی که باعث میشه additive manufacturing یا 3D printing رشد بکنه مجموعه هایی هستش که دیسیپلین های مختلف دارن توش کار میکنن. 3D printing حاصل رشد و توسعه بخش متریاله، حاصل رشد و توسعه بخش کامپیوتینگ و دیجیتالیزیشنه، حاصل توسعه بخش نرم افزاره و حاصل توسعه بخش ماشینالات توی مهندسی مکانیک. بنابراین همه اینها با هم دست به دست هم دادن توی این حوزه بین رشته‌ای تا ادیتیو مانیفکتچرینگ بتونه رشد پیدا بکنه. از سال 1983 تا سال 2013 که الان هستیم، ما اون اتفاقی که در نقطه بحرانی سال 2012-13 میبینیم به نظرم میتونه حاصل دو تا اتفاق باشه. یکی این که از سال 1983 تا به امروز اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که رشد بسیار قابل ملاحظه‌ای در نرم افزارها و تکنولوژی‌های سخت افزاری شده. یعنی کامپیوترها و نرم افزارهای سال 1983 با 2013 و 2019 قابل مقایسه نیستند و از سال 2013 به این طرف ما زیر تکنولوژی‌های زیادی تو حوزه چاپ سه‌بعدی دیدیم که داره وارد بازار میشه و همه اینها باعث این شده که ما محدوده بسیار متنوعی از مواد پرینت شده میبینیم. اما اگه بخوایم انواع و اقسام فرایندها یا تکنولوژی‌های 3D پرینت رو بررسی بکنیم، باید به این مفهوم اشاره بکنیم که ساخت و تولید میتونه تقسیم به دو تا کاتگوری مختلف بشه: کاهشی و افزایشی. در دید کاهشی که یک دید سنتی هستش، ما برای ساختن یک قطعه با براده برداری، سوراخ کاری، ماشین کاری، نورد، چکش کاری و خیلی چیزهای دیگه میرسیم به یک قطعه که همونطور که توی تصویر سمت چپ بالا میبینید، این کار میتونه همراه با ویست انرژی زیادی هم باشه. نمونه دوچرخه ای هم که پایین سمت چپ میبینید نمونه تولید سنتی. اما در روش های ادیتیو که سمت راست ملاحظه میکنید، ما میبینیم که نشوندن مواد روی همدیگه در موضع‌هایی انجام میشه که ما نیاز داریم و دقیقاً مواد به اندازه‌ای مصرف میشه که ما نیاز داریم و ساختارهای پیچیده‌ای میتونه درست بشه که در فرایندهای سنتی درست کردن اونها خیلی مشکل. یکی از مهمترین تفاوت‌های روش‌های سابتراکتیو با ادیتیو در ویست متریالش، اما فقط به این بسنده نمیشه. در روش‌های سنتی ما برای تولید پروتوتایپ یا نمونه اولیه هزینه زیادی باید انجام بدیم. هزینه در واقع بهبود خط تولیدمون در صورت بروز اشتباه خیلی زیاد خواهد بود. ویست متریال زیاده. ساختن قطعات پیچیده توی فرایندهای سنتی در چند مرحله انجام میشه و دوباره باید اسمبل بشه و این محدودیت هایی رو برای ما ایجاد میکنه. اما در روش 3D پرینتینگ ما قطعات پیچیده میتونیم تولید بکنیم، هزینه تولیدمون در تیراژ پایین کمه و امید میره که بتونیم توی ویست متریال خیلی خوب حرکت بکنیم. اما یه نکته وجود داره، اونم این که با همه خوبی هایی که 3D پرینت داره، سرعت تولید در فرایندهای سنتی هنوز خیلی زیاده. یعنی اگه ما بخوایم از یک قطعه با تیراژ زیاد و با سرعت بالا تولید بکنیم، قطعا باید هنوز به سمت فرایندهای سنتی بریم. توی سال 2014 اگر اشتباه نکنم یا 2012، ASTM برای اینکه یک استانداردی رو برای همه تدوین بکنه و در یک الگو تکنولوژی‌های 3D پرینت رو تقسیم بکنه، اومد 7 تا تکنیک اصلی رو به عنوان استاندارد ASTM F42 منتشر کرد و گفت بقیه تکنولوژی ها در زیر یکی از این تکنولوژی ها میتونن دسته‌بندی بشن. تکنولوژی های مثل استریلیتوگرافی یا SLA، فیوز دپازیشن مودلینگ یا FDM، سلکتیو لیزر سینترینگ یا SLS که SLM هم زیر مجموعه اینه، مولتی جت مودلینگ، 3 دایمنشنال پرینتینگ یا بایندر جتینگ، شیت لامینیشن و دایرکت انرژی دپازیشن یا DED. این 7 تا تکنیک های اصلی چاپ سه‌بعدی هستن که ASTM اونها رو تعریف کرد. ما
یک به یک این تکنولوژی ها رو براتون معرفی میکنیم، مرور میکنیم و با هم میریم جلو تا ببینیم که توی این حوزه چه در واقع ملاحظاتی وجود داره. اولین تکنیک که ساده ترین و فراگیرترین تکنیک هست، تکنیک فیوز دپوزیشن مدلینگ یا FDM هستش. در تکنیک FDM همونطور که توی اسلاید میبینی، توی این تکنیک ما از یک ماده ترموپلاست استفاده میکنیم. ترموپلاست به معنی این که ماده ای که با گرفتن گرما نرم میشه و این ماده به شکل یک سیم یا رشته در میاد، میاد در یک نازل داغ به شکل هویه قرار میگیره، از این نازل خارج میشه و روی سطح نشونده میشه، مثل این چیزی که در تصویر سمت چپ ملاحظه میکنیم. پس اساس کار بر اینه که باید یک پلیمری داشته باشیم که این پلیمر بتونه با گرم شدن نرم بشه و بعد از اینکه از نازل خارج شد و وقتی به سطح سرد کار رسید دوباره منجمد بشه. این فیلمی که در اینجا ملاحظه میکنید تصویر حالا دوربین حرارتی یک دستگاه FDM که نشون میده که نازل خب گرمای زیادی داره پلیمر رو ذوب میکنه و پلیمر بعد از اینکه روی سطح میشینه سرد میشه، منجمد میشه و باعث میشه که قطعه ما شکل بگیره. این روش روشی بود که آقای اسکات کرامپ درست کرد و گفتم ایده اصلیش با کار کردن یک تفنگ چسب حرارتی بود. چه موادی میشه با این پرینت کرد؟ امروز که ما در واقع داریم با هم صحبت میکنیم، تنوع زیادی در مواد اولیه قابل پرینت با این روش وجود داره. انواع ABS، نایلون، PLA، از مواد زیست سازگار گرفته تا مواد شفاف، مواد صلب. اما خب این تکنیک یه سری مزایا و یه سری معایبی داره. پرینت کردن همه این مواد هم خیلی کار راحتی نیست، یعنی اینکه از بین پلیمرهایی که تو این دسته‌بندی داره بهتون معرفی میشه همه پلیمرها کار کردن باشون راحت نیست و در آوردن یک قطعه سالم و بدون نقص ازشون خیلی کار ساده ای نیست. وقتی که یک قطعه پرینت میشه ما با یک همچین شماتیکی سر و کار داریم. میبینید که ردهای حرکت نازل دستگاه روی شکل کاملا مشخصه که البته اینها میتونه با تنظیماتی که انجام میشه کمتر بشه، ولی در اکثر مواقع این در واقع رد پرینت روی قطعات FDM دیده میشه. این رد پرینت ناشی از این هستش که داره رشته های پلیمری کنار همدیگه قرار داده میشه حین حرکت و سرد میشه و ما اثر این رو میبینیم. در واقع این اثر دیده شدن به معنی اینه که رزولوشن پرینتر ما خیلی بالا نیست. اون چیزی که ما بهش میگیم رزولوشن به معنی این هستش که اگر قرار باشه دو نقطه قابل تفکیک رو ما با چشممون تشخیص بدیم روی نمونه، ما به این میگیم رزولوشن. یا اگر قرار باشه در قطعه پرینت شده ما یک سوراخ دایره‌ای پرینت بشه، مینیمم قطر اون سوراخ میشه رزولوشنی که میتونه پرینت درست بکنه. در روش FDM نکته ای که وجود داره اینه که این رزولوشن خیلی وابسته هست به قطر نازلی که داره پلیمر از اون در میاد. خب ما از یه طرف هرچه این قطر رو کم بکنیم رزولوشن پرینتمون یا دقت و ظرافت پرینتمون بالاتر میره، مثل اینکه شما با یک ماژیک بخواید یک کلمه بنویسید یا با یک مداد اتود. هرچی ظریف‌تر میشه شما میتونید ظریف‌تر بنویسید و شکلی بکشید، اما وقتی که ظریف‌تر میشه و ریزتر میشه به همون نسبت فشار دادن پلیمر و اکسترود کردنش سخت‌تر میشه. توی این تصویر یک نازل FDM رو میبینید که توی اینجا بهش میگن هاتند یا بخش داغش که اینجا گرم میشه و سیم پلیمری از قسمت بالا وارد میشه، توسط این چرخ دنده ها هول داده میشه به سمت پایین تا بیاد داخل اکسترود و بعد از اون از اینجا خارج بشه. خدمتتون عرض بکنم که الان توی دنیا کمپانی های زیادی هستن که FDM درست میکنن، دستگاه های FDM بسیار گران قیمت تا دستگاه های FDM ارزان قیمت. یکی از مشخصاتی که باز برای پرینترها میتونه گفته بشه بیلد پلیت یا بستر ساخت اونه. به صورت نرمال پرینترهای FDM صفحه ساختشون 20 سانتی متر در 20 سانتی متر در 20 سانتی متر،
یعنی قطعه ای که در این حجم محاط بشه رو میتونن پرینت بگیرن. این ابعاد میتونه افزایش پیدا بکنه تا حد 1 متر در 1 متر در 1 متر و یه مقدار حالا کوچکتر از این، ولی معمولا بین این اندازه ها پرینترها هستن. خب ما پرینترهای صنعتی استراتاسیس رو داریم که حدود 150 تا 400 هزار دلار قیمتشون هستن، یا پرینترهای دسکتاپی از برند آلتی میکر که تو دنیا خیلی شناخته شده هستش، حدود 2500 دلار قیمتشه. و الان خوشبختانه پرینترهای ارزون و نسبتاً با کیفیتی هم توسط چینی‌ها درست شده که حدود 250 دلار قیمتشه و ما میتونیم با 250 دلار یه قیمتی در واقع پرینتر بگیریم که توی خونه ازش استفاده بکنیم. همونطور که گفتم این پرینترها خب رزولوشنشون بین 50 تا 400 میکرونه، البته عدد 50 عدد بسیار خوبیه برای اینو، ولی به صورت نرمال ما زیر 100 میکرون نمیتونیم با اینها به راحتی بگیریم. ما میتونیم این عدد رو بین 100 تا 150 میکرون به صورت جنرال برای پرینترهای FDM بیان بکنیم که این پرینتر رزولوشن وجود داره براشون. همونطور که میبینی وقتی که حالا شاید تو این تصویر نمیدم چقدر واضحه، هرچی که قطر نازل شما کوچیک‌تر میشه و ریزتر میشه، خب قطعاً ظرافت قطعه شما بیشتر میشه. نکته‌ای که وجود داره اینه که ماهیت در واقع فرایند FDM به گونه‌ای هستش که وقتی که شما در سطوح شیبدار به قطعه نگاه میکنید، ردهای حاصل از روی هم قرار گرفتن لایه‌ها رو به خوبی میتونید ببینید، در حالی که تو قطعاتی که با اینجکشن مولدینگ یا قالب‌گیری تزریقی و در فرایند سنتی درست میشه، این در واقع خطوط دیده نمیشه. ما اگر به تصویر میکروسکوپی قطعات FDM نگاه بکنیم، میبینیم که این رشته های پلیمری وقتی کنار همدیگه قرار میگیرن، بینشون یه سری حفرات و یا کانال های وجود داره که این حفرات و کانال ها میتونن باعث تضعیف خواص مکانیکی بشن. در واقع رشته های پلیمری توسط FDM همانند اون چیزی که در فرایند قالب‌گیری تزریقی اتفاق میفته، در هم فرو رفته و تنیده و به هم فشرده نیستن و به خاطر همین خواص مکانیکی قطعه‌ای که با روش 3D پرینت FDM درست میشه از نمونه مشابه قالب‌گیری تزریقی اون پایین تره و همین باعث میشه کاربردهای قطعاتی که با FDM درست میشه محدود بشه، یعنی ما نمیتونیم بار مکانیکی زیادی روشون قرار بدیم. اصولاً قطعه 3D پرینت با روش FDM با سرعت پایینی پرینت بشه، یعنی سرعت پرینت FDM خیلی بالا نیست. ما باید از یک نازل مواد رو خارج بکنیم، روی همدیگه بشونیم و اون رو درست بکنیم. اگر ما بخوایم سرعت رو بالا ببریم، با بالا رفتن سرعت بخشی از کیفیت همونجور که توی این شکل ها میبینید از دست میره. پس یکی دیگه از ویژگی های FDM اینه که ذاتاً روش کندی هست و ما نمیتونیم روش خیلی حساب بکنیم. اما سادگی این روش باعث شده که ما در بعضی از کاربردها برای ساخت قطعات خیلی بزرگ هم ازش استفاده بکنیم. مثلا تکنولوژی هست به نام Big Area Additive Manufacturing یا BAAM. ما تو این تکنیک باز از همون مواد ترموپلاست استفاده میکنیم، ولی این بار به جای این که از فیلامنت یا رشته استفاده بکنیم، میایم خود گرانول های اولیه رو درست میکنیم. یکی از دوستان پرسیده که نمیشه با سوهان فلزی صاف کرد؟ چرا؟ سطوح در واقع قطعات پلیمری FDM تحت فرایندهای شیمیایی یا سنباده زدنی میتونه صاف بشه، ولی اون چیزی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم اینه که شما با همه این کارها دارید یک فرایند اضافه به سیستم اضافه میکنید و ما هدفمون از 3D پرینتر اینه که خب قطعه وقتی پرینت میشه آماده مصرف باشه. چرا خیلی از قطعات 3D پرینت رو مخصوصا با روش FDM رو بعدش پرداخت روش انجام میدن تا بتونه شکل ظاهر بهتری پیدا کنه. تو روش BAAM همونطور که میبینید ساخت در ابعاد خیلی بزرگ انجام میشه و قطعاتی هم که درست میشه قطعات خیلی بزرگی و همونطور که تو اسلاید قبلی هم دیدیم لایه‌هایی که داره روی هم دیگه چیده میشه لایه‌های
بسیار ضخیم و بزرگی هست و قطعاتی مثل بدنه این خودرو کمپلت با همین روش درست شده، که خب قطعا ظاهر این قطعه نشون میده که خب فرایند رنگکاری و پولیشکاری روش انجام شده و اون ردهای بزرگی که حاصل فرایند پرینته بعد از فینیشینگ از بین رفته. این اولین و ساده ترین فرایند 3D پرینت هستش. این فضاهای خالی بین زنجیرهای پلیمری حاصل فراینده. در واقع شما وقتی نازلتون داره حرکت میکنه، من چند تا اسلاید برگردم عقب‌تر، مثلا همین شکل رو شما بالا ببینید، وقتی که یا مثلا این فیلم رو، وقتی که نازلتون داره حرکت میکنه روی سطح، حالا البته اینجا فاصله ها خیلی اغراق‌آمیز کشیده شده، ولی نکته ای که وجود داره، حالا شاید توی این تصویر بهتر نشون داده میشه، اینجا روی این شکل سمت چپ بالا میبینید، نازل در واقع وقتی داره حرکت میکنه نمیتونه این لایه ها رو به هم فشرده بکنه، یعنی در واقع فشاری روی اینها نیست که این فاصله ها پر بشه، بنابراین میتونه این اینا به حداقل برسه ولی وجودشون هست. در مورد میکرو ماشینینگ اطلاعاتی ندارم، ولی با مواد شیمیایی این مسئله خوب کیفیت سطحی قابل افزایش هستش و میتونیم که سطح رو بهبود بدیم. دومین روشی که میخوایم راجع به صحبت بکنیم روش استریولیتوگرافیه. در روش استریولیتوگرافی ما دو تا زیر مجموعه داریم، SLA و DLP. این روش همون روشی که اولین بار آقای چارلز هال در واقع ابداعش کرد. توی این روش سورس ماده اولیه ما متفاوت. ما در روش FDM از یک سیم پلیمری جامد استفاده می کردیم. در اینجا ماده اولیه ما به شکل یک رزین مایع. رزین فوتوپلیمر یا حساس به نوره. یعنی اگر به این رزین یا بخش های از اون نور تابیده بشه، فرایند بسپارش یا پلیمریزیشن انجام میشه و این قطعه تبدیل به قطعه جامد میشه. زیر مجموعه این روش که حالا دوتا روشه به این صورته که اگه نوری که داره به این رزین میتابه نور لیزر باشه، ما به این روش میگیم SLA، و اگه نور UV باشه ما بهش میگیم DLP. بنابراین بر اساس سورس نوری که داریم استفاده میکنیم اسم تکنیک عوض میشه. تکنیک به چه شکل کار میکنه؟ شکل سمت چپ و راست داره هر دو این تکنیک ها نشون میده، با این تفاوت که توی یکی قطعه در حین ساخته شدن به سمت پایین میره و در یکی به سمت بالا میاد. فرایند کار به این صورته که گفتیم یک قطعه طراحی شده سه‌بعدی به نرم افزار اسلایسر میره، اسلایسر این رو ورقه ورقه میکنه، هر ورقه که میخواد پرینت بشه یا هر سطح دو بعدی که میخواد پرینت بشه تو این فرایند توسط لیزر روبش میشه یا بهش نور UV میخوره و بعد یک لایه حرکت میکنه، دوباره لایه بعدی رزین میاد که حالا تو فیلم بعدی بیشتر راجع به صحبت میکنیم. اگر قطعه از بالا به پایین درست بشه به این روش میگیم تاپ داون، اگر قطعه از پایین به بالا درست بشه بهش میگیم باتم آپ. توی یکی سورس نور از بالا تابیده میشه و توی یکی دیگه سورس نور از پایین. بریم توی یک فیلم این رو ببینیم با هم دیگه. این یک دستگاه DLP رو به شما نشون میده، یعنی دستگاهی که توی اون از نور مرئی ما از نور UV داریم استفاده میکنیم. یک تانک وجود داره که یعنی یک مخزن رزین ما داریم، یک صفحه ساخت وجود داره و این صفحه ساخت شما چسبیده به کف مخزن شما. خب کف مخزن شما شفافه و هر بار که نور بهش میتابه یک لایه رزین بین این صفحه ساخت مشکی و کف مخزن شما وجود داره و این لایه در واقع پلیمریزه میشه و جامد میشه. دقت میکنید که یک طرف این مخزن حرکت میکنه به سمت پایین، برای اینکه قطعه وقتی پلیمریزه میشه و نور بهش میخوره هم به صفحه ساخت میچسبه و هم به صفحه زیری،
برای اینکه از صفحه زیری کنده بشه و فقط به صفحه ساخت بالاک بچسبه و دوباره مرحله بعدی یه لایه رزین جدید بیاد این زیر رو پر بکنه و دوباره نور بخوره و فرایند انجام بشه. اینکه چرا از یک طرف حرکت میکنه، به خاطر اینکه قطعه بتونه راحت از یک سطح کنده بشه، که اگه یک بار از دو طرف بیاد پایین، امکان اینکه کل قطعه از هر دو تا سطح جدا بشه زیاده. بنابراین ما میخواییم قطعه همیشه به صفحه ساختمون چسبیده بشه. همونطور که میبینید زیر این دستگاه ها نور از پایین داره میتابه، از یک ویدیو پروژکتور برای سورس یووی استفاده میکنن و هر بار که داره این نور میتابه، نور داره سطح مقطعی از اون شکل ماک برش خورده رو به سطح میتابونه و اون رو در واقع باعث میشه که پلیمر ما بس بارش پیدا بکنه. من یکم میزنم جلوتر برای اینکه بریم زیر دستگاه و اونجایی که نور میتابه رو ببینیم. اینجا الان داره نور میتابه از زیر به سطح قطعه کنده میشه. این داریم دستگاه رو الان از زیر نگاه میکنیم، دوباره صفحه ساخت میاد پایین و دوباره نور میخوره و همین فرایند انقدر تکرار میشه تا در نهایت قطعه ما لایه به لایه روی همدیگه چیده میشه و به صفحه ساخت میچسبه. من الان دنبال اون قسمتی هستم که این الان صفحه ساخت رو در آورده، قطعه شما چسبیده روی اون و لایه به لایه روی اون قطعه ایجاد شده و تولید شده. به این روش میگن روش DLP با تکنیک باتم آپ. اما بریم سراغ این نکته که فوتوپولیمرها چی هستند. به صورت خلاصه میتونم خدمتتون بگم که فوتوپولیمرها پلیمرهای مایعی از جنس اکریلات هستند، بر بیس اکریلات هستند که یه سری فوتوینیشیتور توشون هست. وقتی این پلیمرها زنجیرهشون به صورت آزادانه روی همدیگه حرکت میکنه، شکل و فرم مایع دارن. اما وقتی که این فوتوینیشیتورها باعث میشن که این زنجیرهای پلیمری با گرفتن نور، این فوتوینیشیتورها میاد این زنجیرهای پلیمری رو به هم قفل میزنه، اینها یک استراکچر سه‌بعدی صلب پیدا میکنن و دیگه نمیتونن مثل مایع حرکت بکنن و استحکام به خودشون میگیرن. توی این فیلمی که میخوام الان بهتون نشون بدم، میخوایم راجع به یک تکنیک SLA صحبت کنیم، تکنیک از لیزر استفاده میکنیم و روشی که داریم استفاده میکنیم روش بالا به پایین یا تاپ داونه. نمونه پرینتر قبلی که من بهتون نشون دادم نمونه بود که سایز ساخت خیلی بزرگی نداشت، اما این دستگاهی که الان داریم میبینیم جز دستگاه‌هایی هستش که قطعات SLA رو با ابعاد خیلی بزرگ درست میکنه. در همونطور که میبینید در اولین مرحله میاد یک لایه رزین روی سطح ریخته میشه و بعد از اینکه رزین ریخته میشه حالا لیزر میاد روبش میکنه. تفاوت DLP و SLA در اینه که لیزر به صورت نقطه به نقطه روبش میکنه، ولی DLP یک بار نور رو میتابونه. همونطور که میبینید به مرور قطعه ساخته میشه، فرو میره در رزین و وقتی کار تمام میشه و صفحه ساخت میاد بالا، میبینید که یک قطعه خیلی بزرگ و حجیم با ابعاد اندازه بزرگ میتونه از دل این رزین بیرون کشیده بشه. تفاوت SLA با DLP در چیه؟ با FDM در چیه؟ در اینه که ما چون تو این روش داریم از نور استفاده میکنیم و بیم نور ما ظرافت بیشتری نسبت به نوک نازل FDM داره و اصلا فرایندهای متفاوتیه، رزولوشن پرینتی که ما تو این روش میگیریم خیلی بیشتره. یعنی ما میتونیم در حد 20 مایکرون از این روش رزولوشن بگیریم و حتی پایین تر. من دارم یه چیز افریج میگم. اما نکته ای که تو این روش وجود داره اینه که این روش هم مثل روش FDM روش کندیه، یعنی باید یک لایه نور بخوره، در یک زمان مشخص جامد بشه، دوباره کنده بشه، حرکت بکنه لایه جدید و این باعث میشه که اصلا فرایند کندی باشه. این چالش کندی این روش علارغم اینکه میتونست روش خیلی جالبی باشه از حیث اینکه قطعات بیشتری در تولید میکنه، یک انقلابی توش رخ گرفت و اونم این که آقای جوزف د سیمیون اومد یک انقلاب در این تکنولوژی ایجاد کرد. تکنولوژی به نام کلیپ یا کانتینیوس لیر پروسسینگ رو معرفی کرد که توی این روش سرعت در واقع پرینت تا 100 برابر افزایش پیدا کرد. یعنی
اومد در یک سخنرانی تد از این تکنولوژی رو نمایی کرد و یک توپه، حالا توپه با شکل جیومتری پیچیده پلیمری هم که تو دستشونم میبینید رو گذاشت، شروع به پرینت کرد و شروع کرد به سخنرانی و در عرض 6 تا 7 دقیقه این قطعه پرینت شد، در حالی که اگر با فرایند SLA میخواست این کار انجام بشه یه چیزی هولوش 11.5 ساعت طول میکشه. چه اتفاقی افتاد؟